میگن که این روزا وقتی که کسی راجع به عشق و محبت و مهربونی صحبت میکنه همه از ته قلبشون صحبت نمیکنن کلمات قشنگی میگن ولی همه چی از ته قلب نیست نظر شما چیه؟ مهرطلبی رو میشه تبدیل کرد به مهربانی دقیقا ما کاریه که در روان درمانی انجام میدیم کسی که در پچگی در کودکی نگرفته این تجربه رو از دنیای خارج از خودش و باور کرده که بی و شاید اتفاقایی که در دنیا افتاده برای اون زمانی که بزرگ میشده رو گرفته به معنای اینه که من ارزش ندارم کسی منو دوست نداره در فضای روان درمانی برعکس میشه یواش یواش به وجود خودش به کسی که هست به خوبی های خودش شروع میکنه ارزش دادن ارج دادن و نگاه میکنه به قدم های خودش و قسمت های وجود خودش که چقدر برای بقیه هدیه هست وقتی که اون رو یواش یواش باور میکنه ارزشش دیگه درونی میشه و فقط یک ارزش خارجی نیست افراد مهر طلب همیشه از زندگیشون ناراضی هن. برای اینکه بعضی هاشون هم هستن که حقیقتا خیلی فداکاری میکنن و چون که زیادی میدن هیچ کس هم به اون اندازه پس نمیده همیشه فراستریتد و ناراحت هستن در زندگی حالا با یه شخصی که مهربون هستش برعکس اون داره به شما مهربانی میکنه بدون اینکه چیزی از از شما بخواد و انتظاری داشته باشه محبتاشو میکنه بعدش میره یعنی این رابطه در این سطح هستش شما میتونی روش حساب بکنی هیچ پرشری هم رود نیست که مثلا باید بری دنبالش بدوی براش کاری بکنی یا اینجا این کارو بکنی او امروز قرار بودش بیاد نیومده آیا این قرار کرده با ما هیچ همچین چیزی نیست این رابطه خیلی مشخص و بسیار ساده هستش و اون لذتی که اون از مهربونی دادنش میبره خیلی براش با ارزش هستش و هیچ هم براش مهم نیستش که خودش چی میگیره تو این وسط بلکه براش مهم این هستش که آیا این کار شما انجام شد آیا شما به اون نتیجه رسیدی آیا مثلا اون دردی که داشتی درمان شد این خودش خوش خوشحال میره بعدش هم میره به روانی رو به یکی دیگه میکن یا به یکی دیگه شما هم دوباره ببینه توی مسئله داری دوباره میاد شما هم اگه در مقابل محبتش بهش محبت بکنی محبت شما رو قبول میکنه ولی توقع نداره که چون محبت کرده دیگه همیشه شما به بهش محبت بدی و به صدا بزیرای محبت شما باشه شخصی که مهر طلب هست به خاطر وجود درونی خالی که داره فقط کاری که میکنه اینه که اگر من این کار را انجام میدم برای اینکه توقع دارم شما هم اگر دو برابر انجام ندین حتما به همون اندازه انجام بدین اگه من شما رو دعوت میکنم خونم برای اینکه میخوام هفته دیگه شما منو دعوت کنین خونتون اگر من یه چای براتون درست میکنم میخوام شما اگر دو تا چای به من نمیدین اون یه دونه رو بعد به من بدین یعنی این رابطه رابطه کلکولیت کردنه رابطه خالی و پوچی هستش که ما میبینیم در یه سری از اشخاصی که دایگنوسز نارسیسیستیک دارن خودشیفته و هیستریانیک دارن که همش میخوان توجه به خودشون جلب بکنن ما این اشخاص میبینیم که اگر هم واقعا دارن یه کار قشنگی رو انجام میدن یه کار زیبایی رو انجام میدن نه برای اون زیبایی که خودش لذتش رو ببره که من فقط برای اینکه انجام میدم این کار رو لذت میبرم یه کسی میاد به ما میگه که من میخوام ماشین شما رو امروز قرض بگیرم انسان مهتلب میاد میگه بله بفرمایید حتما خواهش میکنم چه افتخاری به من دادید که من ماشینم رو به شما بدم شما پاهای مبارکتون رو در ماشین من بگذارید دستهای عزیزتون رو دور فرمون ماشین من بگیرید و ماشین منو ببرید اینم کلیدش بفرمایید برید به محض اینکه طرف از درش رو از پاش رو از در منزل ما بیرون میگذاره ما به خودمون میگیم عجب آدمی بود مگه خودت پول نداری بری ماشین کرایه بکنی مگه نمیتونستی بری ماشین از جای تهیه بکنی برای چی اومدی از من گرفتی و این خشم غضب و ناراحتی ملامت کردن خود آدم اون وقت دست به گریبان ما میگیره که همش در عذاب خواهیم بود که ما چرا این کار کردیم اما این آدم مهرطلبه برای که میخواد خودش رو جلوی او انسان خوب و مهربانی جلوه بده در حالی که نیست در حالی که الان داره عذاب میکشه این تفاوت بارزی است که بین مهربانی و مهرطلبی است اما چرا این گونه به وجود میاد چرا انسان مهرتلب میشه برای اینکه زمانی که کودک بوده زمانی که از دو, سال، دو سالگی تا سه سالگی زمانی است که کودک محبت و مهربانی رو یاد میگیره از پدر و مادرش یاد میگیره اگر پدر و مادر در این دوران کودکی و بعد از اون اون محبت و مهربانی خالصانه و مخلصانه رو به فرزندشون ندن اون فرزند یاد میگیره که برای اینکه محبت و مهربانی پدر مادرش رو کسب بکنه باید دست به یک سری کارهایی بزنه تا اون محبت رو برای خودش جلب بکنه بره اونها رو در آغوش بگیره یا بره علکی اونها رو ببوسه یا حرفایی بزنه که با بکنه و اینها یه کارای طبیعی است هیچ اشکالی هم نداره بچه و فرزند کودک این کار رو انجام میده اما این پدر و مادر هستند که باید اون مهربانی رو خالصانه و مخلصانه به او بدن وقتی که انسان خودش خودش دوست نداره خودش خودش رو قبول نداره اعتماد به نفس به خودش نداره هدفاش مال خودش نیستن هر کی میاد میتونه اونو به یه جایی بکشونه به یه جایی ببره برای خودش نمیتونه فکر بکنه همیشه بازیچه دست دیگرانه، همیشه میخواد دیگران تاییدش بکنن دیگران قبولش بکنن دیگران حرف خوب در موردش بزنن چون خودش در مورد خودش هنوز تصمیمی نگرفته چرا به خاطر اینکه کاری نکرده چیزی رو به هدف نرسونده چیزی رو به منزل نرسونده که بگه خودم قبول دارم چون تصمیم گرفتم از A شروع بکنم به زی برم و از A شروع کردم و به Z رسیدم اون موقع این آدم میتونه خودشو بپذیره و این خیلی مهمه ما زمانی که به مهر خودمون میرسیم به عشق در مورد خودمون میرسیم خودمون رو قبول داریم انقدر تشنه این که دیگری به من چی میگه دیگری چه جوری منو تاییدم میکنه نیستیم این باعث میشه که بتونیم دیگران رو هم ببینیم و اهمیت بدیم در موردشون و حسشون بکنیم و نسبت بهشون مهر داشته باشیم و اون زمان اصلا میخوایم بی اختیار میخوایم این مهر رو به دیگری بدیم ولی وقتی در مورد خودمون نداریم خالی هستیم هی hey میخوایم یکی دیگه چاه ما رو پر کنه تو خالیه دوستان میگن اگر که مغرور نباشید یا اینکه غرورتون رو کنار بگذارید میتونید به همدیگه مهربونی کنید به نظر من که این یه ذره اشکال توشه ببینید افراد مهتلب بعضی وقتا مثلا شما سرتون درد میکنه میان اونجا براتون آش میپزن آب میوه میگیرن مراقبتون هستن و ول نمیکنن بعد وقتی که شما کار میکنید و یه تلفن میکنید که من سرم درد میکنه میگین که آره مثل که یه سرماخوردگی تو شهر هست دوتا تایلنال بخور خوب میشی همیشه این خانم یا این آقا ناراضی از زندگی برای که میگه من اینقدر محبت کردم هیچ کسی جواب منو نمیده من به همه دارم دعوتشون میکنم شام میپزم پنج روش غذا میذارم مردم اونجوری جواب منو نمیدن و یا اینکه کاری نمیکنن و انتظار دارن که مردم براشون بکنه من مهمونای من که خونمیان همیشه تعجب میکنن من همیشه ازشون تشکر میکنم که اومدن خونه من و واقعا تشکر میکنم که باعث شدن که من غذا درست بکنم چون من برای خودم هیچ وقت غذا درست نمی ولی اگر کسی بهم به بگه مثلا فلان غذا رو برام درست کن با دل و جون درست میکنم و تعجب میکنن همیشه به من میگن دست شما در نکنه مرسی من میگم من باید به شما بگم تانکیو برای اینکه من از اینی که برای شما غذا درست میکنم این لذت رو میبرم و دوست دارم از لذت بردن این کار و همینو به چیزای دیگه کسی که مهربانه دوست داره لذت میبره یه کاری رو انجام بده و هیچ توقعی نداره و تازه تشکرم میکنه. You are loved. You are in a universe of love. And to beg for love in a universe of love is kind of, well, <laughs> disconnected, if you will. Also, uh, neediness is a place of no power. It means you've given your power away to someone else or to the rest of the world and you have no personal power not because it's true but because you said so by giving it away and now you're begging to have it back you see and uh, so really when you come back home to who you truly are and who you, your real connection with where you really came from you will find yourself in a state of kindness and goodness naturally beauty and truth naturally

ظاهرا میپذیره و توی دلش استرس داره ناراحتی داره و خودش رو خوب نمیبینه و همیشه دست گدایی داره نیازمنده که به من خوبی کنید به من مهربونی کنید و در واقع زمانی میشه که هیچ خودش رو میبینه هر کسی که حسابگر در عشق ضرر میکنه هر کسی که توی عشق و محبت اندازه میگیره به جای اینکه لذت از زندگی ببره باعث ناراحتی و باعث رنجش میشه اونجاست که عشق حقیقتا دادنیه و ایثار کردنیه و انسان باید بتونه که حسابگر در محبت و در عشق نباشه ولی کسی که مرتلبه دی other ساید آن دی other side, on the other side. تش... نه این که تشکری ای نمی کنه اگر هم تشکر بکنه همینطوری یه... یه چیزی که سرزبانی میگه بلکه توقع داره توی لیر پایینتر که طرف مقابلش هم یه کاری رو بهش برگردونه و این پدر و مادر همواره به یاد داشته باشن و از فرزندشون تشکر بکنن که این امکان رو به پدر و مادر داده که مهربانی بکنند نه اینکه انتظار داشته باشن این فرزند من فردا بزرگ بشه بیاد در مزرعه کنار من کار بکنه به فرزند درآمد خانواده کمک بکنه یا اسای دست من در کوری و پیری بشه در حالی که پدر و مادر مهربان میگه من میخوام فرزندم بره رو پای خودش زندگی خودش کار خودش شادی خودش رو بکنه اصلا هم نگران من نباشه برای که این عشق مهربانانه پدر و مادری رو به او داده پس اون چه که باعث میشه که ما مهرطلب باشیم زمانی هستش که ما در کودکی اون محبت و مهربانی رو که قرار بوده از پدر و مادر به صورت طبیعی و خالصانه داشته باشیم نداریم و دیگر اینکه اون حرمت به نفس و عزت به نفس خودمون رو درک نکردیم پیدا نکردیم و همش در جستجوی این هستیم که چگونه میتونیم احترام دیگران رو برای خودمون بخریم با چه قیمتی با قیمت مهربونی کردن از خودمون مایه گذاشتن نه نگفتن یکی از مخ... م... مشخصات ویژه افراد مهربان این هستش که نه نمیتونن بگن هر چقدر هم کار براشون سخت و مشکل هست اما نه نمیتونن بگن این بود برنامه این هفته ما در مورد عشق و محبت و مهربانی انشالله که همه شما با همدیگه مهربان باشید و به با هم عشق بدید با تشکر از همکاران بسیار خوبم آقای علی جوداری و آقای علی ریحانی